فکر می‌کنی یهودیا برای چی اومدن مدینه ببینید سه تا تمدن بزرگ دنیا رو در نظر بگیرید ایران روم مصر هیچ کدامشان حجازو نگرفتن خیلی <applause> جالب خدا یک چیز رو اونجا بکر حفظ کرد برای یه روزی اما یهودیا بلند شدن رفتن مدینه چرا چون برید کتاب دانیال نبی رو بخونید برید کتاب حبقوق نبی رو, بخونی. نه دا... دا... داود رو بخونید این کتابشونه برید کتاب مزامیر داوودو بخونید برید غزل غزل های سلیمان رو بخونید برید تورات رو بخونید چی نوشته نوشته اون اتفاق در این منطقه افتاده؟ کجا همان جایی که اسماعیل رفت پیغمبر آخان آخرین از فاران زور کرد. کار به جایی رسید اومدن تو فلسطین اشغالی یه منطقه رو اسمش گذاشتن شهر فاران که بگن اونجا نیست اینه خب بابا اسماعیل که دیگه اونجا بود این همه میدونن که کار به اینجا رسید این اتفاق اونجا خواهد و او در فاران ظهور می کند اما حکومتش را به سمت تیما تشکیل خواهد اینا که دارم بیدیم کتابشونه کتاب ایشعیای نبی می در سرزمین تیما ساکن شوید وحی درباره عرب میگه این وحی هم در مورد این پیشگویی در مورد عرب هاست برید در منزل عرب در سرزمین عرب ساکن شوید اینا منتظر بودن برای هم جالبه بردا مکه بچه محله پیغمبر اصلا پیغمبر قبول نمی کنن، مردم مدینه ندیده باش بیعت می چرا؟ چون بس که گوششون پر بود نشونای ظهور صبح تا شب این یهودی می گفتن بزار اون محمد بیاد اون پیغمبر آخری پدر شما عربار مادر می اینا میگفتن خب ببین نگاه کن بید. از ما که اسحاق این یک این توهم اول دو پیغمبر آخر زمان از این سرزمین میاد پس بعد چیکار کنیم یعنی پیغمبر آخر فقط نژاد چی دارد بگید یهودی دارد نه دیگه میگه در سرزمین عرب برید میگه پس ما چون فقط از نژاد ما نژاد درستیه ما باید بریم اونجا که این پیغمبر چی بشه از ما به دنیا بیاد دیگه برای همین اومدن سرزمین عرب مونتا یهودی خدا برگه رو کرد کل سیستم اینا ریخ به ای! از اولاد اسماعیل به دنیا اومد بنا همینم بنا گفتم بر حسبشون يعرفون هو یعرفون يعرفون ابناهم قران میگه یه جوری بشناختنش مادر بچه‌شو میشناخت اصلا اینکه پیامبر تو مکه نگهش نداشتن فرستادنش بیرون فقط به خاطر این بود که ردشو زده بودن دادش دست یه بیابانگرد گفت ببر وسط بر رو بیام جی پی اس می اس هم پیدا کنن که برون نه سال یه بار یواشکی هماهنگ میکنیم بیا ما فقط ببینیمش مادر شوهر مرده زن شوهر مرده که تمام وابستگیش به بچهشه حاضر میشه بچهشو ببرن بیرون چرا بعد اومدم عربا اون موقع بچه ها که به دنیا می دادن به عرب ببری تو بیابون شیر دادن چه حرفی حمزه شش ماه از پیامبر بزرگتر چرا اون ندادن ببره چرا فقط پیغمبر دادن برد داستانای اینجوری یا ب... بعد میگم که حلیمه چرا برش میگردونه پیامبر دیگه ردشو پیدا میکنن یه 7 8 سال شده پیامبر حلیمه میبینه دو نفر با چاقو نشستن رو سینه پیامبر کارد بردن بالا میخوان بزنن دختر حلیمه میرسه فریاد میزن و اینا پراکنده میشن میگه اینو پیداش کردن برش میاد آوردن یه چیز چرت و پرت وارد کردن حدیث شق و صد که دو تا فرشته بودن هر از شنگای میمدن قلب پیامبر با چاقو میشکافتن قلبو در میآوردن شست و شوهای لازمو انجام میدادن لخته های خون رو برمی داشتن دور میذاشتن میدوختن تا یه دستی هم درست و درست میشد میاد دری وریا جمع کنه اصلا مزخرفه الان علمای ما میگن اصلا قابل اعتنا نیستش حدیث شق و صد شکافتن چی؟ سینه اینا رو آوردن اینجوری کردن نقش اینها در شهادت پیامبر و دستوراتی که به برخی از یاران پیامبر و نزدیکان پیامبر دادن کاملا قطعی است